السلام علیکم، من طلای زمانی هستم. به درس 12 هم برنامه اکسس خوش آمده. خب در این درس هم همراه شما قسمت فرم رو شروع میکنیم. تو برنامه اکسس رو باز میکنیم. فایلی که قبلا همراه شما در قسمت فرم ویزارد آنها را ابتدا ما تیبل جور کردیم و بعدا آنها را تجزیه کردیم و بعد از تجزیه فرم اونها را تبدیل به فرم کردیم. خب اگر ما این در این قسمت رو ایمپلای کلیک کنم، فقط چارت ایمپلای رو با من باز میکند که شما مثلا 13 دانه کارمند داریم، اقدر ماشاشن بزرگترین ماش کوچکترین ماش اقدر. اگر ما خواسته باشم که بخش یک تب جدگانی با کنیم که در آن هم دکتر باشد، HR باشد، IT باشد و منیجر باشد، که روی آن هر کدوم در این وسط ها کلیک کنم آنها وام باز شد. برای این کار ابتدا یک چی میکنیم؟ فارم دیزاین ایجاد میکنیم یا امان بلانک فارم. فرق فارم دیزاین و فارم ویزارد را همراه شما خواندیم که فارم دیزاین یک صفحه جدید رو باز میکند که در آن میتوانیم فرمول بنویسیم یا تب کنترل جور کنیم و همچنان به طور مثال از قسمت کیوری هم کیوری دیزاین داریم و بلانک کیوری داریم. مثال در این قسمت ما شما داشتیم یک قسمت کیوری دیزاین بود که در این قسمت ما شما خود ما شما تغییر می آوردیم و در این قسمت کیوری ویزارد خود سیستم با ما شما یک تمپلیت را جور می کند. خب در قسمت فارم همچنان فارم ویزارد از پیس جور شده است و فارم دیزاین و بلک فارم همچنان این دو را خود ما شما جور می کنیم. خب در این قسمت اینو کلوز می کنم. ابتدا این را به اساس امان تاب کنترل ایجاد می کنیم که چقدر امان به اساس نیاز خود که دیتابیس جور میکنیم، به اساس ضرورت خود ما اینو عیار میکنیم. در این قسمت تاب کنترل رو دریافت میکنیم که وظیفه تاب کنترل ایجاد کردن یک صفحه میباشد. خب در این قسمت وقتی که ما اینو درگ کنیم، در این قسمت ما میبینیم ایمپلای داریم. ابتدا ما شما در قسمت فرم ایمپلای است، بعدا دکتر، HR، IT و منیجر است. خب در این قسمت ما چند دانه صفحه ضرورت داریم؟ 5 دانه پیج ضرورت داریم. اگر ما 2 دانه صفحه وجود داشته باشیم، برای ایجاد کردن پیج های جدید روی آخرین پیج کلیک میکنیم و بعدا انزرت پیج را انتخاب میکنیم، همچنان دیگر پیج ها را انزرت میکنیم. 1, 2, 3, 4, 5. خب در این قسمت با ما شما 5 دانه صفحه ایجاد شد. خب در این قسمت اگر خواسته باشیم نام این رو تغییر بدیم، در این قسمت پروپرتیز و بعد در قسمت آل در قسمت نیم رو انتخاب میکنیم به نام ایمپلایی. برای این شرط که ما شما این وقت استفاده کرده میتونیم که از تیبل از خلی خود ما کیوری رو ایجاد کنیم و از کیوری ها همچنان فارم ایجاد کنیم. میتونیم در این قسمت این را استفاده بکنیم. اول پیج دو رو ما انتخاب میکنیم. پیج دو به نام دکتر است. پیج سی همچنان انتخاب میکنیم به نام چهار. پیج چهار رو همچنان بخش آیتی انتخاب میکنیم. پیج پنج رو همچنان ما به منیجر انتخاب میکنیم. خب ابتدا با دوباره این کلیک میکنیم در این قسمت. خب امروز شما یک منیجر وان اضافه میکنیم بخاطر که در قبلا ما استفاده کردیم
عايزين نمي طبعا مستفاد كل دوباره در از در یک پیجی که مثلا آی تی یا اچ آر باشد ما نمیتونیم از این دوباره استفاده کنیم. برای دلیت کردن این هم چون میتونیم روی دلیت پیج انتخاب کنیم و بعدا امرای شما میایم در قسمت سب فارم را از این قسمت دریافت میکنیم که سب فارم چی وظیفه دارد. روی این کلیک میکنیم این انتخاب و بعدا وقتی که انتخاب کردیم وقتی که این را درک کنیم صفحه ما سیاه میشه و بعد دوباره ما این را رها میکنیم. خب در این قسمت میگه های شما از use existing table and query، آیا شما تیبل های و کیوری هایی که در قبل موجود داریم از اونها استفاده میکنیم و بعدا اگر خواسته باشیم از این استفاده کنیم انتخاب میکنیم use an existing form یا از فرم هایی که موجود است از این استفاده میکنیم. ما از فارم استفاده میکنیم مستقیم. اگر خواسته باشیم از تیبل استفاده کنیم و از تیبل و کیوری استفاده کنیم که در این قسمت به ما ایجاد شود میتوانیم از بخش اول استفاده کنیم. اگر خواسته باشیم تنها از فارم استفاده کنیم در گزینه دوم را انتخاب میکنیم. خب در این قسمت من امپلای را انتخاب میکنم و بعدا نکست نامشان فنش. خب در این قسمت این یک نام کوچک است این را دلیت میکنیم و در قسمت دکتر میاییم و دوباره صف فرم رو انتخاب میکنیم در این قسمت همچنان دکتر انتخاب میکنیم و نیکست فنیش این از این قسمت دلیت میکنیم و در این قسمت فرم خود رو کوچک میکنیم به اساس همون ضرورت خود. خب این قسمت رو با امروی شما قسمت دیزاین تغییرات میاریم که چیگونه بتوانیم ما شما از این قسمت تغییرات بیاریم. خب در قسمت HR را انتخاب میکنیم و در قسمت سب فارم بعد این قسمت را همچنان دلیت میکنیم. قسمت IT را همچنان دوباره سب فارم میرویم این را انتخاب میکنیم قسمت آی تی را انتخاب و بعد نیکس فنیش در قسمت آی تی همون آی تی کوچک اگر اینوانش هست اون را دلیت میکنیم در قسمت منیجر میرویم و بعد در این قسمت همچنان سب فارم ایجاد میکنیم و بعد نیکس فنیش. خب در این قسمت این را سیو میکنیم به نام تب و بعدا اوکی. خب وقتی که ما دوباره بیم روی این کلیک کنیم ببینیم که برای ما تب کنترل را باز کرد. خب وقتی که یک مشکل با ما خب وقتی که روی این کلیک کنیم به ما ظاهر نشد این تب کنترول ها در این قسمت بخاطره که ما در این قسمت در قسمت کیوری از امپلایی یک کیوری جور نکردیم و از کیوری فارم جور نکردیم. یعنی میبینید در این قسمت ما شما از تیبل اصلی خود کیوری نداریم و فارم که داریم از تیبل اصلی داریم. باید ما ابتدا کیوری داشته باشیم و بعدا فارم داشته باشیم. خب در این قسمت این امپلایی که وجود دارد این امپلایی را دلیت میکنیم و بعدا اوکی و بعدا در قسمت کریت کیوری دیزاین میرویم در این قسمت در قسمت امپلایی اد میکنیم و بعدا مکمل یک تیبل به نام امپلایی جور میکنم و بعدن اوکی. و بعدن یک نام دیگر میدیم به خاطر که به این نام همچنان تیبل اصلی ما وجود دارد به نام امپلایی یک و بعدن اوکی میکنیم. در این قسمت امپلایی یک اضافه شد و بعدن کلوز و بعدن در قسمت کریت فارم ویزارد میرویم
در قسمت امپلوی یک انتخاب میکنیم و بعدا فیلد ها رو انتقال میدیم نیکست تابولر باشد نیکست و بعدا فینیش. این قسمت رو کلوز میکنیم. خب در قسمت تاب کنترل میرویم قسمت دیزاین ویو. در این قسمت ما شما دوباره این را در قسمت صفار میرویم این را انتخاب میکنیم و بعدا در این قسمت امپلای یک را انتخاب میکنیم نیکست و بعدا فینیش و بعدا در این قسمت این را دوباره سیف میکنیم کلوز دوبل کلیک میکنیم. میبینیم وقتی که یک مشکل کوچک اگر در دیتابیس ما وجود داشته باشد ما تمام دیتابیس ما با مشکل ایجاد میشود. در این قسمت میبینیم که مکمل دیتابیس ما و ما شما ظاهر شد و اگر ببینیم در قسمت دکتر که هر کدوم را با ما سورت کرده است میبینیم سه دانه دکتر وجود دارد توتال ماشش چقدر بزرگترین ماش کوچکترین ماش قبل هم را شما تکس باکس را خواندیم که چگونه تکس باکس اضافه کنیم. خب برای این منظور در تیبل اصلی خود میبینیم یک دانه همراه شما در تیبل اصلی خود یک فرمول اضافه میکنیم. خب برای این منظور در قسمت میاییم این را دیزاین ویو انتخاب میکنیم و بعد این را دلیت و قسمت امپلای میاییم و بعد دیزاین ویو را انتخاب میکنیم. در این قسمت یک تکس باکس را اضافه میکنیم تکس باکس را اضافه میکنیم در این قسمت به نام دیت. خب در این قسمت ما شما علائم مساوی دیت رو نوشته میکنیم. در این قسمت ناو نوشته میکنیم ناو این او دبلیو قوز باز قوز بسته و بعدا دوباره سیف میکنیم کلوز. وقتی که در این پلای ما بریم برای ما شما مکمل تاریخ امروز را نمایش داد که امروز تاریخ 4/4/2024 ساعت 12 یعنی شب میباشد که طرف صبح ما حساب کنیم 12 وجه ایم میباشد. اگر خواسته باشیم این تکست خود را تغییرات بیاوریم یعنی لانگ دیت نباشد یعنی تاریخ مکمل نداشته باشد ساعت مجموع نگیرد میتونیم در این قسمت دوباره با دیزاین ویو برویم در این قسمت این را پاک و دوباره ما شما تایپ میکنیم مساوی فرمت FOR فرمت دوباره قوس باز نشته میکنیم ناو باز قوس باز قوس بسته کام باز دبل کوتیشن لانگ دیت نشته میکنیم long date و بعدا دوباره دبل کوتیشن کلوز بسته. خب در این قسمت باز سیف میکنیم و بعدا فرم یو میریم. در این قسمت میبینیم که ساعت دیگر به ما نمایش نمیدهد فقط همان روز را نمایش میدهد و برج 4/4 سال 2024 به ما نمایش میدهد و همچنان میتونیم همین تغییرات را همچنان میتونیم در تب کنترل خود ایجاد کنیم. خود در این قسمت میاییم و بعدا در قسمت دیزاین صفار ما انتخاب میکنیم در این قسمت امپلای یک و بعد نیکست فینیش را انتخاب میکنیم و بعدا در این قسمت همچنان دوباره سیف میکنیم فارم و بعدا سیف فارم یو میریم. در این قسمت میبینیم که برای ما شما نمایش داد که تاریخ قبلا در این قسمت نداشتیم حالا فعلا تاریخ را در تیبل خود در فرم خود میبینیم و بعد در قسمت دیزاین ویو اگر خواسته باشیم این تیبل ما این فرم ما کوچک است خواسته باشیم اینو بزرگ کنیم میتونیم در این قسمت دیزاین ویو برویم در این قسمت این را انتخاب و بعدا میتونیم در این قسمت این را کش بکنیم و همچنان میتونیم در این قسمت
طوری که قبلا ما شما فرمول دادیم میتونیم در قسمت فوتر خود انتخاب کنیم. ابتدا این را از بالا و پایین انتخاب کنیم تا مقداری که جا دارد که در تیبل و فرم ما مکمل در فرم اصلی ما اما که به نام امپلای یک است مکمل وجود داشته باشد. خب و بعدا در قسمت دکتر میریم دیزاین ویو. ابتدا باید این را سیف کنیم، کلوز کنیم و بعدا قسمت دکتر میریم دیزاین ویو میکنیم. این قسمت چهار فرمول را ما شما کپی میکنیم و بعدا در قسمت تب کنترل آن را پیست میکنیم. خب در قسمت این را کپی انتخاب میکنیم و بعدا این را همچنان ما شما دیزاین ویو میکنیم. در این قسمت این رو همچنان تاب کنترول رو دیزن ویو می رویم خب ابتدا باید در قسمت اول باید ما و شما در قسمت امپلایی و یا در این قسمت ما و شما باید این فرمول را داده باشیم که در قسمت تاب کنترول با ما و شما این ایجاد شود. تا وقتی که در این قسمت دادن نده باشیم در قسمت تاب کنترل و همچنان که ظاهر نمی شود. خب ما شما در قسمت فارم انتخاب میکنیم، این را دلیت میکنیم و بعدا دوباره در قسمت امپلای میاییم و بعدا دیزاین ویو را انتخاب میکنیم و بعدا در این قسمت پایین ما شما کنترل وی همان فرمول ها را که هست این قسمت ما پیست میکنیم و بعدا دوباره سیف و کلوز و در قسمت تاب کنترل باز صف فرم رو استفاده میکنیم، قسمت امپلایی را انتخاب و بعدا فینش. وقتی که دوباره در قسمت ویو فرم برویم میبینیم که در قسمت پایین ما شما باید نمایش داده شود. خوب در این قسمت ما شما دیزاین ویو می رویم در قسمت پایین باید صف فرم باشه. در قسمت پایین با شما ما فرمول داده باشیم که در قسمت بالا برای ما شما ظاهر شود. خب درس ما با اینجا پایان می رسه. قسمت های مکمل را تاب کنترل صف فرم را فهمیدیم که چی وظیفه دارد و همچنان تکس باکس و لیبل را فهمیدیم در قسمت چی وظیفه دارد برای ما شما و هر تغییراتی که ما شما در تیبل اصلی خود بیاریم به تمام تیبل ها آورده می شود. اگر ما در امپلای تیبل اصلی تغییرات بیاریم همچنان در کیوری که تجزیه کردیم در این تغییرات می آید، همچنان در اچ آر و همچنان دکتر یا در این بخشایی که ما تغییرات بیاریم در قسمت های دیگر فرم ما شما تغییرات آورده می شود. خود درسم با اینجا پایان می رسه. وقت خوب خوش داشته باشه.